خانشو تو بذارم. از فرق خدمتون که این بحران کرونا از اوایل ابتدای این بحران که تقریبا نستونیم، یعنی که طور فعال از بهمن ما شروع شد، همه کادر درمان درگیر این بحران بودیم و در واقع منیج کردیم این بیماری رو، کنار اومدیم با توجه به این تکثر پرسنل بیمارستان، پزشکان، پرستاران، کادر درمان مثبت شدن و درگیر شدن، خودشون خانواده ها شدن، ولی با این وجود همچنان کارهای کردن، همچنان شیفتشون اومدن بچه ها سر کار، همچنان امید داشتن و حمایت کردن هم دیگر رو و در واقع کم نبودیم. من خودم یکی از اون پرسنل بودم که مثبت شدم، تقریبا نیروهای من 80%شون مثبت شدن، خانواده هاشون درگیر شدن، ولی همچنان پویا و فعال بودن و روحیه‌شون رو نباختن. توی بحران کرونا ما تقریبا از ابتدای ما از این محدودیت هایی که برای مردم گذاشتن خدا رو شد اوضاع و وخامت بیماری خیلی کم، وخامت که سر جاشه، تعداد و تعداد مبتلایان کمتر شده و حدودا تقریبا میشه گفت ما یک سوم بیمارا رو بستری میکنیم. حتی خب آی سی یو که همچنان درگیر، ما همچنان برامون فرق نمیکنه، ولی اکثر بخش های جنرال تعطیل شد، نشون میده که این محدودیت ها یعنی رعایت پروتکل های بهداشتی، حفظ فاصله اجتماعی و رعایت کردن خیلی نقش بسزایی داشته و تعداد مبتلایان رو کمتر کرده، که انشالله همچنان اگر که رعایت کنیم و همه دست به دست هم بدیم مردم و کادر درمان، بتونیم این بیماری منفیت رو از بین ببریم. رنگ گل آبی که میده خانه تو به دنیا، نمیشه پیدا بشه حتی آب رویام، اصل اصل شیرین شیرین یه تیر که یه ماتی به خمیرا رو تو دلم تو سر ساتی خودمون اصلا میرفتیم بیرون، یه شخصی میفهمید ما مثلا پرسنل بیمارستان رو از دستیم، سعی کردن کاملا از ما دوری کنن و اینکه مثلا ما هممون با هم فهمید که 6 نفرمون با هم دیگه توی تیرما بود که کرونا مثبت شدیم و مجبور شده انقدر شیفت سنگین و فشرده بودن که واقعا بچه ها اذیت شدن. هیچ وقت یادم نمیره چه بچه هایی که شیفته سنگین می اومدن، حتی مسئولمون به خاطر اینکه نیرو نبود مجبور بود مثلا پا به پای ما بیاد شیفت بده این و اون و خیلی روزای سختی و پشت سر گذاشتیم و تنها آرزومون اینه که این روزا تمام بشه، بتونیم دوباره با خیال راحت کنار خانواده هامون بریم. آی سی جنرال میشه گفت خط آخر، مریضای اینجا هستن که کیر بیشتری میخوان، نیاز به مراقبت بیشتری دارن، مانیتور نیاز دارن، تا به مریضایی که توی بخش جنرال هستن متفاوت تر. ولی خب ما خیلی مریضایی داشتیم که در واقع به سمت اون روند بهبودی رفتن، خیلی خوشحال شدیم که تونستن در واقع سختی های این بیماری رو پشت سر بذارن و از اینجا ترخیص بشن با بهبودی. البته شما خب یه سری رسیدی نسبی، چون به هر حال مراقبت رو توی منزل هم باید داشته باشن. فقط ما تنها توصیه‌ای که مردم داریم و خواهشی که از مردم داریم اینه که تمام همکاریشون رو با ما انجام بدن، چون واقعا پرسنل درمان خیلی خسته، خیلی زیاد، خیلی زیاد. من خودم به شخصه از اسفند که در واقع این داستان کرونا شروع شده هنوز نتونستم پدرم و مادرم رو ببینم، یعنی که از نزدیک حداقل بغلشون کنم، به هر حال آدم خیلی دوست داره در ارتباط با خانوادهش باشه. خیلی های دیگه همین شرط دارن، خیلی از پرسنل ما این شرط سخت رو گذروندن، خیلی از پرسنل روزای اول اصلا بچه هاشون پیششون نبودن به خاطر اینکه واقعا ناشناخته بود، نمیدونستیم به چه صورتی بیماری پیش خواهد رفت، ولی امیدواریم که مردم واقعا به ما کمک کنن که بتونیم زودتر این بحران رو پشت سر بذاریم
اول از همه فرض خواهد بود که خستگی ما باشن، سلامتی خودشون خب واقعا در اولویت هست، ولی من به این فکر کنم که اگر پرسنل درمان دیگه توانش رو نداشته باشن بعد از این چه باید کرد؟ چون خیلی از ما برای دوبار سه بار مثبت شدیم و واقعا توان و انرژی رو مثل گذشته نیست و حقیقتا نیاز به ساپورت مردم و همچنین دولت داریم. خواهم برای دیدن بزن که دست که از طریق اون بتونی خون بگیری. اون دست تو بده مادر جان. خون بگیری؟ آره.